بینندگان گرامی، با درودی دوباره با فراسوی خبر امروز سه‌شنبه 21 آبان ماه همچنان در خدمتتان هستیم. عصر پریروز یکشنبه 19 آبان ماه تعدادی از کارگران شاغل در سد داریان پاوه در حالی که خسته از کار روزانه عازم خانه‌هایشان در روستای ناو بودند، به علت سقوط خودروی حامل آنان به درون رودخانه سیروان متاسفانه 7 تن از کارگران در دم جانشان را از دست دادند و 2 تن دیگر مجروح شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. این حادثه نمونه ای از ناامنی محیط کار و بیتوجهی کارفرما نسبت به جان و زندگی کارگران در ایران است و ما روزانه در نقاط مختلف کشور شاهد حوادث مشابه و قتل و کشتار کارگران توسط کارفرمایان و نظام سرمایه‌داری حامی آنان هستیم. برای بررسی بیشتر این حادثه و حوادث ناشی از ناامنی محیط کار و عدم امنیت شغلی کارگران، خسرو بوکانی را در استودیو داریم. با ما همراه باشید. رفیق خسرو، با درود و از اینکه دعوت ما را پذیرفتید متشکریم. خیلی ممنون رفیق، در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. آخرین خبرها و جزئیات پیرامون این خبر و اخبار مشابه ناشی از ناامنی محیط کار طی این مدت چیه؟ عرض سلام دارم خدمت بینندگان تلویزیون کومله و به ویژه فراسوی خبر. من قبل از هر چیز لازم میدونم که یه تسلیتی عرض کنم خدمت خانواده های این کارگران جانباخته و مراتب تأسف خودمون رو نسبت به این قضیه اعلام کنم خدمتشون. رفیق خالد، اگه بخوایم تو سطح سراسری این قضیه رو بررسی کنیم، واقعیت اینه که آمار تلفات ناشی از ناامنی محیط کار به حدی زیاده تو ایران که واقعا توی مجال اندک و کوتاه نمی گنجه. فقط میشه گفت که ما هیچ روزی نیستش که شاهد مرگ و میر کارگران بر اثر سوانه ناشی از ناامنی محیط کار در نقاط مختلف کشور نباشیم. حالا علارغم این که این حوادث با هم دیگه فرق میکنن و شدت و ضعف دارن و گاهن تو حوادثی کارگران زیادی به طور دست جمعی در واقع شو از دست میدن، گاهن انفرادیه، ولی طبق آمار و مطالعاتی که در این رشته در این زمین انجام گرفته، عموماً سقوط از ارتفاع رتبه اول رو در حوادث ناشی از ناامنی محیط کار به خودش اختصاص داده و مرگ و میر ناشی کارگران ناشی از سقوط از ارتفاع پس از اون اصابت اجسام سخت و برق گرفتگی و دیگر به اصطلاح حوادث در رتبه های بعدی قرار دارن. به طور خلاصه در سطح ایران ما روزانه حداقل شاهد 2-3 مورد مرگ و میر کارگران بر اثر سانه ناشی از محیط کار هستیم، ناامنی محیط کار. ولی این مورد مشخص همچنان که شما اشاره فرمودید، متاسفانه روز یکشنبه، عصر روز یکشنبه بوده، ساعت 7 تا 8 از شب و اینا که کارگران شاغل در سد به اصطلاح داریان پاوه که همشون اتفاقا هر 9 نفر اهل روستای ناو از توابع سرآباد مریوان بودن، پس از یه روز کاری و خستگی کار و طاقت فرسای کار طاقت فرسای سد و به طور کلی پس از مراجعه که میخواستن مراجعه کنن به خونه هاشون در مسیر راه و به علت اینکه کارفرمای این پروژه یه امکان امن عیاب و ذهاب در اختیارشون نذاشته، متاسفانه ماشینشون دچار سانحه میشه و در دم 7 نفر از این کارگران جونشون رو از دست میدن و 2 نفر دیگه هم زخمی میشن و حالا یکی همچنان که شما اشاره کردید یکی از این هم ازشون وخیم گزارش شده. خب واقعیت اینه که این سد به علت اینکه در یه منطقه کاملا کوهستانی و صحرامول قرار گرفته، راه‌های ارتباطیش کاملا ناامنن و راه‌های آسفالت نداره و خاکیان و بیشتر از خودروهایی استفاده میشه که خودروهای مخصوص این گونه به اصطلاح جاده ها هستن، منتها به علت حفظ به اصطلاح حرص و طمعی که کارفرما و سرمایه در این منطقه در این پروژه داره حاضر نیستش که به اندازه کافی و به تعداد کافی خودرو در اختیار کارگران قرار بده. در نتیجه 9 نفر به علت اینکه از این یه دونه ماشین خودرو استفاده کردن بالاخره خودشون سقوط کرده و به عمق حالا رودخانه یا دره سقوط کرده و متاسفانه اتفاق ناخوشایند روی داده. امنیت شغلی شامل چه پروسه‌ای میشه؟ مسئولیت و وظیفه کارفرمایان در این موارد چیه؟ و همچنین
عکس العمل کارفرمایان و دستندرکاران رژیم در این مورد و موارد مشابه چگونه است؟ به طور کلی امنیت شغلی، من اگه بخوام خلاصه عرض کنم خدمتتون، امنیت شغلی از لحظه‌ای که کارگر از خونه خارج میشه جهت انجام کاری و به اصطلاح مشخصا کار واسه کارفرما، در واقع وارد عرصه ای از زندگیش میشه که توأم با خطرات، ناامنی و تو بعضی از رشته ها که کارهای سخت و زیان آور خونده میشن قطعا این خطرات شدتشون بیشتره. ولی به طور کلی از زمانی که صبح زود کارگر از خونه خارج میشه و تا به اصطلاح پایان کار که به خونش بر میگرده، این مدت رو کلن به شامل محیط کار میشه در واقع، یعنی هم استفاده از وسایل عیاب و ذهاب، هم استفاده از محیط امن کارخانه یا کارگاه، عدم وجود دستگاه های مستهلک، عدم وجود بناهای فرسوده، استفاده از به اصطلاح ابزارالات پیشرفته، همچنین بروز کردن گروه های امداد رسان و کلی خطراتی که در زمان تولید، در زمان کار کارگر رو تهدید میکنه، شامل عدم تأمین به اصطلاح عدم ناامنی محیط کار هستن اینا. در نتیجه کارفرما موظفه که از ابتدای شروع کار کارگر تا انتهای کار روزانش این امنیت رو واسش تأمین کنه. همچنان که در ماده 152 فصل 8 قانون کار نیم بند جمهوری اسلامی همین قید شده، اصولا تو این بویژه مثلا تو این حادثه مشخص اصولا کارفرما میبایست که امکان عیاب و ذهاب مناسب کارگران رو فراهم میکرد، بویژه کارگرایی که از محل کارگاه دورن. تو قانون به صراحت اعلام شده که کارفرما موظفه وقتی که وسایل رفت آمد و عیاب و ذهاب عمومی وجود نداره، کارفرما این به اصطلاح وسایل رو تأمین کنه واسه کارگر، حداقل این لحاظ دچار خدشه و ناامنی نشه. ولی خب کارفرمای شرکت کلهام که پیمانکار این پروژه هستش، جمیل سجادی، ظاهرا اعلام کردن که، البته خیلی عذر میخوام، بیشرمانه اعلام کردن که این 9 نفره ظاهرا 9 نفر توی خودرو تویوتا لند کروزر دو کابینه نشستن و ادعا کرده که هیچ کدوم از این کارگرا تو قسمت بار خودرو ننشستن، در حالی که اصلا با عقل جور در نمیاد، با منطق جور در نمیاد یه خودرو دو کابین بتونه 9 نفر مسافر رو به اصطلاح جا بده تو خودش. در نتیجه این قطعاً کذب محض و عده‌ای از این کارگران حتما تو قسمت بار خود رو نشستن که خلاف مقررات تو هر گونه محیط کاری. این یکی. و دومی که برفرض محال حتی مثلا تمامی 9 نفر کارگر تو داخل کابین اتومبیل نشسته باشن، مگه اتومبیل قحطه؟ مگه آیا جان کارگران انقدر بی‌ارزشه که مثلا 9 نفر کارگر برن توی اتومبیلی که ظرفیتش 4 نفر بشینن؟ وقتا این باعث دلهوره، باعث تنگی جا، باعث به اصطلاح بالا رفتن ریسک تصادف راننده و همه اینا میشه. خب معلومه در این مورد کارفرما 100% موثر و وظایفی رو بر عهده داره. همچنان که عرض کردم خدمتتون، محیط کار خب از لحظه ورود کارگر تا انتهای کارش شامل محیط کار آماده، محیط کار به اصطلاح تأمین شده امنیتی به لحاظ شغلی وظیفه کارفرما هستش، وظیفه دولت هستش. من تا همچنان که عرض کردم، اولین حرفی که از دهن کارفرما و صاحبان قدرت و زر و زور و سرمایه در میاد اینه که کارگر خودش بی‌توجه بوده در این گونه مواقع، در مواقعی که حوادث و اتفاقات ناشی از ناامنی محیط کار به وجود میاد، دیگه کارفرما رسالت داره، مباشران کارفرما و سرمایه‌داران رسالت دارن که اولین به اصطلاح کمبود کار رو متوجه خود کارگر کنن که بی‌توجه بوده، توجه نکرده یا سطح مهارت فنیش پایینه و فلان. در حالی که اینا کذب محض، کارگری که بویژه مثلا تو کارهای ساختمانی که ما مثلا مشاهده میکنیم، کارگران مهاجری که میرن از شهرهای کوچیک میرن شهرهای بزرگ مشغول کار هستن، خب معمولا جایی واسه موندن ندارن، شب و مجبورن در کانتینرها یا همون ساختمانهای نیمه کاره و یا چادرها زندگی کنن که قطعا آسایش به اصطلاح روحی روانی ندارن و قطعا ریسک اشتباهی و دوچار شدن اینا به اشتباه و به اصطلاح
انجام کارهای خطرناک تو مواقع کارشون زیاده. در این وظیفه کارفرما و دولت هستش که یه محیط امنی رو واسه کارگران فراهم کنه. همچنان که عرض کردم همین آقای سجادی و یا اولیا علی بیگی به عنوان مدیر رئیس کانون عالی به اصطلاح شوراهای کار رژیم اعلام کرده که اگه ثابت بشه، تازه مثلا اعلام کرده اگه ثابت بشه که این کارگرا مثلا تو قسمت بار خود رو نشسته باشن، کارفرما باید جوابگو باشه. و یا خود همین سجادی هم اعلام کردن که کارگرا بیمه داشتند و عده‌شون بیمه داشتن، بیمه شده بودن و عده‌شون هم پرونده هاشون در دست اقدام بوده، در حالی که خانواده های کارگر یا کارگران دیگه که تو سد دارین دارن کار میکنن اعلام کردن که در زمانی که دارن اونجا کار میکنن شامل هیچ گونه بیمه پوششی نبودن و این گفته کارفرما هم صحت نداره. بالکل من میخوام اینو بگم که در حوادث ناشی از ناامنی محیط کار مسئولیت اصلی تأمین امنیت کار به عهده کارفرما و دولت هستش. در پایان به ما بگید خود کارگران، تشکلات کارگری و فعالین کارگری در مقابل این گونه حوادث و قتل‌های خاموش ناشی از ناامنی محیط کار چه کارهایی از دستشان ساخته است؟ چه کار باید بکنن؟ رفیق خواهش می‌کنم دقت کنین، همین اتفاقات و حوادث ناشی از کار که تو ایران درصد بسیار بالایی رو به خودش اختصاص داره، همین یه نمونه ضرورتی رو به ما گوشزد میشه میکنه، اونم اینه که واقعیت اینه که طبقه کارگر ایران جنبش های مطالباتش بسیار وسیع و فراوانه. یعنی تشکلات کارگری، فعالین کارگری تو عرصه های بسیار وسیعی میتونن دخول کنن، وارد بشن و اینا رو به عنوان جنبش های مطالباتی برجسته کنن. کارگری که واسه لقمه نون خودش و خانوادش صبح تا شب میره کار میکنه، دیگه حداقل باید به لحاظ جهانی امنیت داشته باشه. تو مجامع عمومی خود کارگران، تو شرکت ها، نهادها و مراکز مختلف کاری مسئله امنیت کار و دهان و مطالبه دیگه کارگری نظیر دستمزدهای بسیار پایین، نظیر اخراج سازی ها، بیکار سازی ها، ترس و واهمه کارگران از دفاع از حقوق و مطالبات خودشون و تهدیداتی که از ناحیه نهادهای امنیتی متوجه اونا میشه، بیمه های گوناگون بیکاری، همگانی، درمانی، امنیت محیط کار، بعد خیلی از مطالبات دیگه کارگری هستن که به نظر من در وهله اول خود کارگران واقعا دیگه نباید سکوت کنن نسبت به این گونه قتل های خاموش. در واقع اینا قتلن، در واقع اینا حتی نمیشه حادثه هم بهشون گفت، چون کاملا معلومه که هرس و طمع نظام سرمایه و کارفرما به حدیه که از اهدای کوچکترین امکانات امنیتی به کارگران خودداری میکنه. این در واقع آمدانه متوسل به قتل میشن. واقعا قتل فقط این نیستش که شما بری یکی رو با سلاح سرد یا گرم بکشی، که این قتل خاموشیه که کارفرماها در واقع دقیقا میدونن که محیطی که واسه کارگرا فراهم کردن امن نیستش، یعنی حتی خودشون حاضر نیستن یک دقیقه هم تو این محیط نام کار کنن واقعا با این شرایطی که کارگرا دارن در اونجا کار انجام میدن. در نتیجه به نظر من در وهله اول خود کارگران مراکز و محیط‌های کاری، در کارگاه ها و نهادهای مختلف، در کارخونه ها باید روی این مسائل مرتب تو مجامع عمومیشون بحث کنن و خواهان ارتقای محیط کارشون بشن، امنیت محیط کارشون بشن، خواهان افزایش دستمزدهای بسیار ناچیز بشن، خواهان عدم اخراج سازی ها بشن و مقابله جمعی و ارگانیک با ستادهای کارفرمایی داشته باشن. تشکلات کارگری و فعالینی که واقعا در این رشته، در این عرصه دغدغه دارن، به نظر من خواسته و مطالبات خیلی واضحه. من میشه کلیه این مطالبات رو به عنوان محورهای اتحاد عملهای تشکلات کارگری و به هم نزدیکتر شدنشون و ایجاد تشکلات مستقل کارگری، واقعا اینا میشه به عنوان این محورها بهشون نگاه کرد. و اینا کلن عرصه هایی هستن که مادام که طبقه کارگر خودش و همچنین با کمک و بهرهگیری از فعالینش و تشکلاتش به اونا پرداخته نپردازه و در این عرصه ها دخالت فعال نکنه، به نظر من نظام سرمایه‌داری هیچ وقت حاضر نیست که
از حرص و طمع خودش بگذره، از ارزش افزودش بگذره و بیاد به امنیت شغلی و امنیت جانی کارگرها فکر کنه و بیندیشه. متشکرم از توضیحاتتون رفیق خسرو بکنی و با سپاس از شما بینندگان عزیز از همراهیتون با این برنامه.